من قبلا برای شما صفر در بی نهایت رو گفته بودم عامل صفر یک بیرو عامل بی نهایت تبدیل به صفر صفر رو بش میکنه. یه مسئله معروف من اینجا براتون آوردم خیلی مهمه، حتما ستاره بزنید. x در رادیکال x به علاوه 4 به روی x به علاوه 1 منهای 1 فرمت چستن، حالا آخر سر میگم حفظ کنید بهتره چون خیلی مهمه. راهی که میتونم براتون برم یه راه پایان ترمی براتون میتونم با این صفر عامل صفر یک بیرو عامل بی نهایت هم میتونم برم، ولی دیگه چون قبلا گفتم با این نمیرم. خب حالا من در مزدوج ضرب و تقسیم میکنم، این راه حل فوق تشریح دیگه، تشریح تشریح. پایین در واقع بالا که اتحاد مزدوج یه x نوشتم، این دوتا میشه اولی به توان دو، x به علاوه 4 به روی x به علاوه منهای 1. پایینم دست نزدم خود چه نوشتم بچه. پایین اگه دقت کنید به سمت بینت بره پرتوانه x ها مهمه، کل مخرج دو میشه. خب بالا هم میتونید داخل یه مخرج مشترک بگیرید، مخرج مشترکش خود x به علاوه 1 دیگه. خب صورتش چی میشه بگو خوده، باریک الله x به علاوه 4 بقیهش منهای x منهای 1. خب میتونی x هاشم بزنی، یه دور در دور هم میتونیم بکنیم، 3x بخش بر 2x به علاوه 2. ببین 4 منهای 1 میشه 3 ضرب در x شده 3x، اینم 2 در x به علاوه 1 شده 2x به علاوه 2. پرتوانا مهمن، حدش میشه 3 دوم. بچه این تشریح امتحان نهاییش اگه اومد سوال براتون. به جز این میخوای بریم میتونی با قانون برنولی برید. برنولی مال وقتی بود که زیر رادیکالمون 1 میشد، 1 به علاوه منهای یو یو به سمت 0 میشد، هم عرض با 1 به علاوه منهاشو میذاشتیم، یو رو تقسیم بر فورجه یعنی یو انوم میشد. خب اگه بخواید به قاعده برنولی برید بعد اول یک برنولی رو ایجاد کنید، یک زیر رادیکال، میتونید اون x به علاوه 4 صورت رو تفکیک کنید به x به علاوه 1 به علاوه 3 که اون قسمت x به علاوه 1 به x به علاوه 1 اون یک برنولی رو براتون تولید کنه. یه دونه هم 3 به روی x به علاوه 1 داره دیگه، پس میشه x در 1 به علاوه 3 به روی x به علاوه 1 منهای 1. الان قاعده برنولی برقراره دیگه، چون x به سمت بینت بره این 3 به روی x به علاوه 1 3 به روی بینت میشه 0، با یک میشه یک، زیر رادیکال یک میشه و زیر رادیکال وقتی یک میشه شما میتونی برنولی استفاده کنی. x که میمونه یک به علاوه این تقسیم بر دو فرجه میشه، یعنی اینجوری میشه x در یک به علاوه 3 به روی 2 در x به علاوه 1 منهای 1 هم میرن، میشه 3x به روی 2x به علاوه 2 پرتوانا مهمن 3 دوم. ولی من یه لمه خوشگل یاد میدم راحتش میکنم بچه ها براتون. ببینید x در گفتم بهتون بهتر فرمتش حفظ باشید چون این خیلی سوالش مهمه. تو مجربه براتون گفتم x در فرج n x به علاوه a به روی x به علاوه b منهای 1 جواب آخرش چگونه به دست میاد؟ دو تا عدد تو صورت مخرج هستن، از هم کم میکنی تقسیم بر فرجه میکنی، a منهای b انام تموم شد. خیلی قشنگ عدد ثابت صورت مخرج از هم کم میکنی تقسیم بر فرجه میکنی. الان تو مسئله ما عدد ثابت صورت مخرج 4 و 1 هن، از هم کم میکنی فرجه هم 2، 4 منهای 1 بروی 2 3 دوم. پس برابری اگه این سوال اومد شما در ظرف چند ثانیه با پر کردن این تست رو خواهی زد. گزینه 3. و اما ما حدای چپ و راست معمولا نمی نویسیم به جز موارد خاصی که از قبل مثلا براکت ها بودن وقتی داخلشون صحیح می شد، به جز استثناءهای امروز دیگه، ریشه مضاعف عامل صفر کننده. دوم برای تابهای کسری حد چپ و راست می نوشتیم وقتی مخرج ریشه ساده داشت، و این امروز سومیشه وقتی کمان تانجانت اینورس یا کوتانجانت اینورس بی نهایت شود باید حد چپ و راست رو جدا کرد. بچه ایسی تو میگم شکلای تانجانت اینورس و کوتانجانت اینورس رو حفظ باشید، فوق العاده مهمن. اگه دو تا شکل بلد باشی از خیلی از نکات اضافی که تو کتابا نوشته میشه مسئول میشید دیگه، اون نکات رو نیازی ندارید چون از روی شکل همه چی رو میبینید. ببین تاب تانجانت اینورس دو تا مجرب افقی داره، وای مساوی منفی پی دوم، وای مساوی پی دوم، پی یعنی 3 دیگه، 3 دوم میشه 1 کنیم، منفی 1 کنیم و 1 کنیم. بعد شکل تابش لور خوابیده است ولی سودیه، زاویهش با افق در مبدا 45 درجه است. چرا که مشتق تانجانت اینورس میشه 1 به روی 1 علاوه x2، نقطه مبدا x 0 شیبش 1 میشه، شیب 1 یعنی تانجانت 45 دیگه. کوتانجانت اینورس اولا لور خوابیده است ولی نزولیه، زاویهش با افق توی مبدا 135، مجانبهاش 0 و پی هن. این دو تا شکل بلد باش. مثلا این سوال میخوای جواب بدی حاصل حد این کدام است؟ از دو جا میفهمم حد چپ و راست میخواد. یک، اون صفر اگه بذاری داخل کمان یک بروی صفر میشه بی نهایت و بالا گفتیم کمان تانجانت اینورس یا کوتانجانت اینورس بی نهایت شد بی استثنا بعد چپ و راست بنویسی. خب مگر اینکه باز مثلا ریشه مضاعف داشته باشه یکی در بیاد، ولی الان در حالت عادی باید بنویسی.
و دوم این که موجود نیست منو به شک میندازه، میگم نکنه عدد چپ و راستش فرق کنه، پس مینویسم اگر صفر راست برم میشه براکت کوتانجانت اینورس مثبت بی‌نهایت دیگه، یک به روی صفر مثبت میشه مثبت بی‌نهایت. حالا این بود که گفتم شکل مهمه دیگه. ببین کوتانجانت اینورس مثبت بی‌نهایت رو شکل کوتانجانت اینورس بعد به سمت راست حرکت کنی، ببین رو منحنی صورتی حرکت میکنی، وایاش داره آروم آروم به چی نزدیک میشه؟ به صفر نزدیک میشه، ولی از صفر بالاتره دیگه، پس میشه صفر مثبت میشه صفر. در حالی که اگه صفر منفی بری میشه کوتانجانت اینورس یک به روی صفر منفی، یک به روی صفر منفی باری کلا به شما منفی بی‌نهایت. کوتانجانت اینورس منفی بینات دست رو رو شکل به سمت منفی بینات یعنی چپ حرکت کن، وایات داره به چی نزدیک میشه؟ حد یعنی وای، وایات دارن به پی نزدیک میشن، پی یعنی 3 و 14، 3 و 14 حالا یه ذره هم کمتر فرق نمیکنه میشه 3، چون عدد چپ و راست برابر نیست میگید حد ندارد و گزینه 4 صحیحه. یه سوال دیگه از این نمونه بهتون بگم، اینو حتما خودت حل کن بعدن نگاه کن. گفته در این لیمیت حاصل قدر مطلق حد راست منهای حد چپ چی میشه؟ به سمت صفر راست میرم چون کمان تانجانت اینورس بینت میشه چپ و راست مینویسم. صفر مثبت میرم میشه تانجانت اینورس مثبت بینت به روی پی دوم. تانجانت اینورس مثبت بینت دستم میذارم رو شکل به سمت مثبت بینت برم به پی دوم نزدیک میشه، ولی از پی دوم یه خورده پایین تره، پس میشه پی دوم منفی به روی پی دوم. اگه این بار منفی رو نبینم پی دوم به پی دوم میشه چند؟ 1، پس میشه 1 منفی، براکتش چنده؟ 0. حالا اگر صفر منفی برم میشه اینورس تانجانت اینورس منفی بینت به روی پی دوم، منفی بینت یه چپ حرکت میکنم، منحنی اگر حرکت کنم دستم روش بذارم داره به من پی دوم نزدیک میشه ولی یه خورده بالاتره، پس میشه منفی پی دوم مثبت به روی پی دوم. بار مثبت رو نبین میشه منفی 1، پس میشه منفی 1 مثبت، براکت منفی 1، اینم عدد چپ، اختلاف عدد چپ و راست 1 واحد است، گزینه 2. پس اگر داخل کمان تانجانت اینورس یا کوتانجانت اینورس بی نهایت شد چپ و راست شو جدا کن. یکی از حدایی هم که جاش واقعا توی کنکور خالیه بچه ها این تمرینه، میتونه سوال کنکور شما بشه اینو بعدی، حواستون باشه خیلی احتمال داره بیاد تمرین کتابه. حاصل سینوس ایکس، حاصل لیمیت ایکس به سمت مثبت بین از سینوس ایکس بله من سینوس ایکس. برای این سوال من متاسفانه راهل های غلط خیلی تالا دیدم توی کتابا و جزوات از دبیرای مختلفی. ببینید بعضیا مثلا دیدم اومدن گفتن 1 رو صرف نظر کن میشه سینوس ایکس من سینوس ایکس 0 که غلطه، هم ارزی که جملات قرینه بشه غلطه. بعضیا دیگه گفتن این میشه سینوس بی‌نهایت، یه عدد مشخصی نیست، اونم میشه سینوس بی‌نهایت یه عدد مشخصی نیست، پس حدش وجود نداره. بچا جوابی حدش وجود نداره این سوال، ولی این استدلالی که گفتم جفتش غلط بود، خوب دقت کن. اصلا ببین چرا ابهام داره، ابهام داشتنش به خاطر اینکه سینوس بی‌نهایت این عدد مشخصی نیست، چیزی بین منفی و یک، اونم میشه سینوس بی‌نهایت یه ال پریم یه چیز دیگه بین منفی و یک، و چون ما نمیدونیم نه هر کدوم چیان یه ابهام ایجاد میکنه که من اسمشو گذاشتم ابهام بازه منهای بازه، یه دو تا بازه نامشخص از هم کم شدن چون با هم فرق میکنه تا باشون. تنها راه این مسئله که دقیق و درسته یادت بمونه فرمولهای تبدیل جمع و تفریق به ضربن که تو فصل مثلثات آخر معادله مثلثی با یه روش خوشگلی گفتم یاد گرفتیدش، اگرم یادت رفته میتونی برگردی یه نگاهی به اون دیویدی بکنی. سینوس پی منهای سینوس کیو میشه 2 سینوس کم دوم کوسینوس جمع دوم، پس میشه 2 سینوس کم دوم یعنی ایکس به علاوه که منهای ایکس بره 2 در کوسینوس جمع کمانشون تقسیم بر 2. این ایکس ها با هم میرن، این قسمت در واقع میشه 2 تا سینوس 1 دوم، ضرب در این هم میشه کوسینوس 2 ایکس به علاوه 1 دوم. این کمانش بی نهایت دیگه، بی نهایت بذارید 2 ایکس به علاوه 1 دوم بی نهایت میشه و کوسینوس بی نهایت هم تو میدونید بین منهای 1 و 1، یه عدد مشخصی نیست. ضرب در 2 تا سینوس 1 دوم، 1 دوم یعنی چی؟ 1 دوم یعنی 1 دوم رادیان، 1 دوم رادیان میشه 30 درجه، سینوس 30 درجه میشه 1 دوم، انگار مثلا این 1 دوم این با 2 میره اصلا، کلا میشه عدد بین منفی 1 و 1 چون عدد مشخصی نیست میگیم حد نداره. ولی این که بگید این تیپ مسئله بعضی اینو میگن آخه متاسفانه میگن این تیپ مسئله حد نداره، من برای اینکه جواب این سوالو در واقع اون دکتر از بین ببرم و بگم غلطه، یه مثال آوردم که در واقع اون نکته که میگن این تیپ مسئله حد ندارد و زیر سوال ببرم. ببینید این خیلی سوال قشنگیه، لیمیت x به سمت مثبت بی نهایت کوسینوس رادیکال x به علاوه 1 منهای کوسینوس رادیکال x کدام است؟ 0 1 منفی 1 موجود نیست. خب
میتونی پاس کنی اول خودت بری، چون روش رو میدونی دیگه، روشش اینه کوسینوس پی منه کوسینوس کیو منفی دو سینوس جمع دوم سینوس کم دوم، بنویسی چی میشه و بعد حل من نگاه کنی. خب اگر تبدیل به ضرب کنید، منفی دو سینوس جمع دوم در سینوس کم دوم، بینهت رو که جایگذاری کنید، این اولی که کلن کمانش بینهت میشه، چون بینهت بالا بینهت بینهت تقسیم بر دو هم بینهت، سینوس بینهت هم بین منفی یک و یک، این که تکلیفش معلوم شد. اون یکی بینهت بذارید میشه بینهایت منهای بینهایت صورت کسر، و همه تو میدونید بینهت منه بینهایت ابهامه و بعد رفع ابهام کنیم. چی رو رفع ابهام کنم؟ این کمانه رو، کمانش ابهام داره، باید در مزدوج ضرب رو تقسیم کنی. نیوتن هم که نمیتونی بری، توانت با فرجه یکی نیست، پس میری خود کمان رو در مزدوج ضرب رو تقسیم میکنی. صورت ها رو که ضرب کنی میشه x به علاوه 1 منهای x، که xش هم میره، کل صورت میشه 1. مخرج رو اگه به جای xش بی نهایت بذاری، چون x به سمت بی نهایت بود، میشه بی نهایت. 1 تقسیم بر بی نهایت میشود 0. سینوس 0 هم چنده؟ 0. که در یه عبارت کراندار ضرب بشه مثل این، کلن جوابش صفر میشه و جواب میشه گزینه 1. این سوال خیلی سوال خوبیه، این داره نشون میده که اون روش غلطه. بگیم این بازمنهای باز حد ندارده، بازمن به ازای میتونه حد نداشته باشه، میتونه حد داشته باشه مثل این تمرین. و اما یکی از مطالبی که یکی از در واقع اهداف کتاب درسی دیفرانسیال های جدیده کتاب درسی شما اینه که در واقع ارتباط حد و دنباله رو پررنگ کنن. ما میتونیم از دنباله استفاده کنیم و ثابت کنیم یک تابعی مثلا در یک نقطه حد نداره. برای اینکه درکش کنید، من سعی میکنم خیلی آسون بگم، چون من میدونم که اینو معمولا بچه‌ها نفهمیدن، ولی سعی میکنم یه جوری آسون بگم که اینو قشنگ حسش کنید و درکش کنید. یه مثال براتون آوردم. لیمیت 3x به علاوه 5 به سمت 2 گفته 11 میشه. به جای x چند تا از دنباله های زیرا میتوان قرار داد؟ حالا اصلا کاری نداریم چرا دنباله میخوایم قرار بدیم، فعلا میخوایم یاد بگیریم مثلا چه جور دنباله های میشه به جای x یک تابع قرار بدیم. ببینید اینجا الان حدش درست محاسبه شده دیگه، 3 x به سمت 2 3 ضرب در 2 6 با 5 میشه 11. دنباله که میخواد جای x تابع قرار بگیره، حد نهایی که اون 11 است رو نباید تغییری بده. حالا ببینیم کدوم این دنباله مناسب و آروم خودمون با هم دیگه نکتهش میکنیم. خب دنباله اتوماتیک بچا n به سمت چی میره؟ بی نهایت میره. این دنباله قراره بره بشینه جای نیکسته که هایلایتش کردم. خب حدش میشه 3n مهمه، تو صورت تو مخرجم n مهمه، حدش 3 میشه. یعنی شما اگر این دنباله رو جای این x بذاری، انگار به جای x داری 3 میذاری. بعد 3 ضرب در 3 میشه 9 با 5 میشه 14، حد کلی یعنی 11 رو به هم میزنه. پس این دنباله اصلا مناسب نیست. فکر کنم بعضیتون فهمیدید که این حدش اگر 2 شده بود خوب بود، چون x به سمت 2 میرفت. ببین الان دومی چک کنین، اگر دنباله دومی بخواید بذارید n به سمت بینهت میره، دنباله اتوماتیک همیشه اینجوره. تو صورت 2 n مهم، مخرج n مهمه، حدش 2 میشه. یعنی انگار این دنباله رو به جای x بذاری، انگار به جای x داری 2 میذاری، 3 2 تا 6 و 5 11. پس دنباله‌ای که به جای x تا یک تابع قرار میخوای بدی، حد در بی نهایتش باید اون عددی که به دست میاری مثلا 2 همونی باشه که x میل میکنه. چرا؟ چون این دنباله داره جای x میشینه، پس باید از شرط x تبعیت کنه. x به سمت 2 میرفته، پس جواب حد دنباله هم باید 2 بشه. و اما این فکر کنی مناسب باشه cn مساوی با 2. باری کلمه دوستای خوبم که گفتن نه یا آره، اونایی که گفتن نه. چرا؟ چون x به سمت 2 میرفته، ولی این خود 2 مطلقه و شما اگر اینو به جاش بذاری، یعنی انگار خود 2 رو گوشید، پس این قابل قبول نیست. چهارمی هم که دیگه داغونه دیگه، اگر به سمت بینهت بذاری میشه بی نهایت، انگار داری جای xتون بی نهایت میذارید، پس برابری اینم مناسب نیست. جمع بندی میکنم حرفامو، اگر بخواهیم به جای x های یک تابع یک دنباله قرار دهیم، این دنباله باید دو شرط داشته باشد. یکی مثل این نباشد، مثل جیم. یعنی چی؟ یعنی ثابت نباشد، مطلق نباشد. دو، حد در بی نهایت دنبالمون همون نقطه‌ای بشه که x